سلام، من پدرام، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم برادران لیلا. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جایترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم سینمایی برادران لیلا محصول سال 1401 ایران، یک فیلم درام اجتماعی که نویسندگی و کارگردانیش رو سعید روستایی انجام داده و بازیگران اصلی این فیلم ترانه عدل‌دوستی، سعید پورصمیمی، پیمان معادی، نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی هستند. این فیلم در جشنواره کن 2022 ازش تقدیر شد و جایزه منتقدین رو برنده شد و همچنین سعید پورصمیمی برای این فیلم نامزد بهترین بازیگر مکمل جشنواره کن شده بود. این فیلم بعد از حاشیه‌هایی که داشت توقیف شد و فقط در سینماهای بین‌المللی پخش شده شد. فیلم خب، بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. خب، داستان فیلم درباره علیرضایی که بعد از تعطیلی کارخونه بیکار میشه و نزد خانوادهش بعد از مدت ها برمیگرده. سه برادر دیگه او هم وضع درستی ندارن و کار مناسبی هم ندارن و خرج و درآمد اصلی خانواده توسط لیلا خواهر اونها تأمین میشه. لیلا تصمیم داره که با اندک موجودی که برادرانش داره و همطور پولی که خودش داره یک مغازه در یک پاساژ تهیه کنن تا بتونن زندگیشون و اوضاعشون رو بهتر کنن، ولی همچنان به پول احتیاج دارن. اما پدرشون اسماعیل که در آرزوی بزرگ خاندان شدن خودش هستش، پولی رو که داره به جایی که به اونها بده سعی داره در عروسی یکی از اعضای فامیل به عنوان کادو بده تا به مقام بزرگی خاندان برسه و این باعث درگیری بین خانواده اونها میشه. خب، بعد از توقیف فیلم برادران لیلا به نظر میشه به دلیل حاشیه‌ای که نوید محمدزاده داره و همچنین اینکه این فیلم در جشنواره کن شرکت کرده بود این فیلم توقیف شده. اما با تماشاش متوجه میشه که این فیلم به دلیل انتقادهای شدیدی که به سیاست‌های کشور چه نظر اجتماعی و همچنین اقتصادی داره توقیف شده، و اگر این فیلم قرار بود سانسور بشه و پخش بشه هم که چیز از فیلم نمود، از یک فیلم 2 ساعت و 30 دقیقه که دیدیم شاید حد اکثر 1 ساعتش میتونستن نگه دارن، چون فیلم بسیار فیلم انتقادی و انتقاد شدید داره به وضع اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین فیلم و سعید روستایی با انتقاد شدید داره به فرهنگ های غلط اجتماعی که داریم. فیلم داستان بسیار تلخی داره و بازی خوب بازیگران علل خصوص سعید پورصمیمی باعث میشه که گاهی از صحنه های فیلم واقعا ازش متنفر هم بشیم. فیلم مانند سایر کارهای قبلی سعید روستایی فیلم خوب و خوش ساختیه که داستانش رو به خوبی بیان میکنه. خیلی خوب هم تونسته سعید روستایی اونجوری گفت شد از بازیگرانش بازی بگیره و فیلم خوب سازه. بله، همونطور گفتیم فیلم تراژدی و تلخه و اگر دنبال یک فیلم شاد و حال خوب کن میگردین دنبال این فیلم نرین، اما یک فیلم خوب تاثیرگذار و درجه که اگر میخواییم ببینیم این فیلم واقعا خوبیه برای دیدن و تماشا کردن این فیلم. خب، ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.